درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا، برنامه آن سوی خبر یا ماورای خبر رو آغاز میکنیم. دیروز دوست ندیم و همکار قدیم من محمد رضا شاهید گفت آقا خیلی خوب بود این برنامه اینا، ولی شما مرتب دست به مواد میکشیدید، دولا میشدید مواد توی صورتت میریخت. من عادت ندارم خبر رو از روی پرامتر بخونم و به خصوص که پشت خبر رو میخوام بهش نگاه کنم، که همیشه احتیاج به یک تحلیل و تجزیه داره در واقع، ولی دولا که میشدم موها میریخت توی صورتم و این از مزایای برنامه زنده است و به هر حال مشکلاتی که همراهش میشود. امیدوارم محمد رضا شاهید که امروز همراه ما خواهد بود دیگه این ایراد رو نتونه از من بگیره، ولی خب این عادتی است که 30-40 سال با بند است، کارش هم نمیشه کرد. آقای ظریف محمد جواد خان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مردی که با اندیشه خود، با عقل خود تصمیم میگیره، نه با احساسات و مرگ بر آمریکا و شعار، مصاحبه کرده با مجله تایم در امریکا. ایشون گفته در صورت که کنگره آمریکا اقدام به اعمال تحریم‌های جدیدی علیه ایران بکنه، قرارداد موقت ژنو که علم یکن خواهد بود، یعنی همه توافق‌ها از بین خواهد رفت. آقای ظریف در پاسخ به سوال خبرنگار مجله تایم که خب اگر کنگره تحریم‌های جدی اعمال بکنه تو این 6 ماه، حتی اگر تو این 6 ماه عملی نشه، واکنش شما چه خواهد بود؟ گفته همه توافق می‌میرد و ما دوست نداریم که تحت اکراه و اجبار به مذاکره بپردازیم. در صورتی که کنگره تحریم‌های جدید رو اعمال کنه، این نشانه عدم وجود حسن نیت و فقدان جدیت و تمایل برای دستیابی به یک راه حل از سوی آمریکاست. البته آقای ظریف متوجه این امر هست که دست‌های رئیس جمهوری آمریکا تا جایی بازه. کنگره است، چون یک کشور که با حکومت دموکراتیک اداره میشه، مردم نظارت دارن، مثل جمهوری ولایت فقیه نیست که ولی فقیه تصمیم بگیره و بقیه بگوین این تصمیم امامانه شما از آسمان نازل شده و هیچ کس نتونه خلاف اون تصمیم حرفی بزنه و بگه این به ضرر ماست. 160 میلیارد دلار شما پول این ملت رو خرج پروژه اتمی ناکامی کردید که به هیچ جا نخواهد رسید. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که ایران مدتی پس از فاش شدن برنامه هسته‌ایش و زمانی که تنها 104 سانتریفیوژ داشت، به دولت بوش پیشنهاد داد تا برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، اما دولت بوش آن را رد کرد. من زیاد مطمئن نیستم دعواهای بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سایه بیاندازد بر این روابط. در زمان آقای بوش هم تلاش‌هایی از سوی دولت آمریکا انجام گرفت که با ایران وارد گفتگو شد. عمده‌ترین مرحله همکاری دو کشور در جریان جنگ عراق و جریان جنگ افغانستان بود. پیش از آن آقای هوشیار زیباری اخیراً در مصاحبه با الحیات پرده از این ماجرا برداشت که پیش از جنگ گفتگوهای بسیار جدی بین مسئولان سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا در شهرهای مختلف در نقاط مختلف، که به تأکید یکیش مسقط بوده در عمان و یکی دوحه در قطر که پایگاه حمله آمریکا بود، صورت گرفت. آقای ظریف حرفای دیگه‌ای هم زدن. ایشون در فیسبوکشون گاهی درد دل میکنه و گاهی حرفایی میزنه که در رسانه‌ها نمیتونه مطرح کنه. از رفتار نمایندگان تندروی مجلس انتقاد کرده و گفته اقلیت مجلس خود را با آحاد ملت هماهنگ سازد. محمد جواد ظریف همچنین نوشت متاسفم نتوانستم برای مراسم نلسون ماندلا به آفریقای جنوبی بروم. آقای خاتمی هم خیلی دلش میخواد بره، نمیدونم اجازه دادن یا نه. ایشون گفت سفر هفته گذشته به 4 کشور منطقه بازتاب مثبت وسیعی در سطح جهان داشت. عموماً این سفر را به عنوان ابتکار هوشمندانه ایران یاد کردند. متاسفانه گروهی در داخل کشور با تحریف سخنان بنده که تکرار موضع 20 و چند ساله کشور بود، تلاش کردند با هزینه کردن از منافع ملی و نسبت دادن مواضع
مغایر با تمامیت ارضی به وزیر خارجه تلاش کنن از یک سفر موفق هم یک منافع دیدگاهی و جناحی خود رو جستجو کنن و این سفر رو نتایج رو زیر سوال ببرن. گفت همه باید بدانند که تمامیت ارضی ایران قابل مذاکره و معامله نیست. حتی تصور مذاکره بر سر خاک ایران یا هر گونه الغای شبهه در این زمینه اقدامی نابخشودنی است. امیدوارم حالا که آقای ظریف چنین موضعی داره درباره احقاق حق ایران در دریای مازندران نیز همین غیرت و همیت رو به خرج بدن، چون متاسفانه در زمان وزرای خارجه پیشین از زمان آقای ولایتی به بعد آقای خرازی و بعد آقای مهتدی و همطور آقای صالحی که فرصت زیادی نداشتن، کشورهای حاشیه دریای مازندران سهم ایران رو بلعیدن. پدری به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به رحمت خدا رفت، فرزندانش بر سر دریای مازندران با هم توافق کردن بدون اینکه شریک اصلی رو که نیمی از دریا در اختیارش بود به حساب آورند. 11% به سوی او پرتاب کردند و تمام حوزه های نفتی و ثروت ها رو در دل آبهای خود نگاه داشت. امروز در ورزشگاه FNP شهرک سووتو مراسم رسمی بزرگ داشته نلسون مندلا، رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی آپارتاید و رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بعد از استقلال برگزار شد. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی در مراسم حضور داشت. خاتمی همونطور که اشاره کردم گفته بود دلش میخواد در این مراسم باشه. در مراسم ماندلایی که به خاتمی مدال داده بود و خاتمی نیز بالاترین مدال کشور رو به او هدیه داده بود، اما ظاهرا هنوز مشکلات آقای خاتمی با مسئله خروجش از ایران حل نشد. بریم به پاریس، به سراغ همون که گفتم دوست و ندیم قدیم و همکار همیشگی من، محمد رضا شاهید. سلام آقای شاهید. سلام به شما آقای نوری‌زاده و سلام به همه بینندگان تلویزیون ایران فردا. خب اول بگید دو رئیس جمهوری، یکی پیشین یکی امروزه، به آفریقای جنوبی رفتن، دیگر چه کسانی همراهشون بودن؟ در سطح مقامات دولتی فرانسه فقط دو رئیس جمهور، به این دلیل که در همین لحظه که با هم صحبت میکنیم آقای فابیوس به دلیل حضور نظامی فرانسه در مجلس شورا مشغول صحبت است و همینطور نخست وزیر در مجلس شورا و در نتیجه دو مقام ارشد میتونیم بگیم شاغل و رئیس جمهور سابق رفتن. کار کوچکی نبود، به این دلیلی قبلا اگر چنین اتفاقی افتاده بود هر دو هم فکر مثل آقای شیراک و آقای سرکوزی، اما این بار اعتبار و اهمیت رو در این دیدیم که رئیس جمهور سوسیالیست شاغل و رئیس جمهور سابق و در این حال رقیب، برای اینکه همونطور که در گزارش دیروز هم خدمتون گفتم این احتمال وجود داره که سال 2017 آقای سرکوزی مجدداً به عنوان نامزد ریاست جمهوری، نه این بار مانند دو سال گذشته در کنار آقای اولاند، بلکه روبروی او بیسته. آقای شاهید، سوال من اینه که شما دیروز اشاره کردید، خیلی هم گزارش جالبی بود راجع به واکنش شخصیت و سخنان آقای فرانسوا هولاند، خیلی جالب بود. میخوام ببینم، چون ماندلا محبوب روشنفکران بود، آزادی خواهان بود، جامعه روشنفکری فرانسه، مطبوعات فرانسه چه واکنشی داشتن در رابطه با این فقدان عظیم جهانی؟ از اونجا که فکر ماندلا بیشتر حضور داره و داشته تا جسم فیزیکی و نحیف او، طبیعتاً مرگ او نمیتونم بگم همه آماده بودند و منتظر، ولی پذیرفته شده بود 95 سال. و در نتیجه همونطور که رئیس جمهور کنونی افریقا هم گفت، اینجا هوا آفتابی و سرد و در افریقای جنوبی باران بارید و به سنت این قبیله جنوب افریقایی هر بار که بارون به باره خوش آمدگویی است از سوی پروردگار به نلسون ماندلا، در فرانسه این آسمان آبی فکر و مبارزه به ماندلا متحده و او رو همچنان در کنار خودش داره. در نتیجه وقتی
شما نشریات یا رسانه ها رو ورق میزنید نبود ماندلا رو حس میکنید، ولی در این حال عزاداری نیست. همونطور که آقای اوباما هم گفت که در شخصیت او اثرگذار بوده، اینجا فرانسویان فکر میکنن که همچنان اون پرچم رو در دست دارن. نه نه، منظورم این طبیعی است، ولی میخوام بگم مثلا روزنامه های بزرگی مثل لومون، لوفیقارو، اینا اومدن بیرون با چه تیترایی بودن، یا مجله های مثل لوپوان، یا اینا چگونه با این مسئله برخورد کردن، چه تیتری زدن، چه عنوانی بله داشت. بالاترین تیتر خود آقای اولان گفت، گفت افریقا داغدار و یتیم شده، و بله. خود آقای فابیوس که دستور داد عکس آقای اوباما رو در اندازه بزرگ در تالار خارجه در بله صحنه بیرونی آویزون کنن، او دوستی شخصی داشت با آقای ماندلا، برعکس آقای اولان رو هرگز ندید، آقای سرکوزی رو دیده بود. مجله اکسپرس پس فردا پنجشنبه تمام مجله رو اختصاص داده به اوباما، پاریماچ روی جلد خودش رو به اوباما یا چی؟ آقای ماندلا گذاشته. ماندلا، شما گفتید اوباما، ماندلا. معذرت میخوام چون اگر سخنان آقای اوباما را شنیدید شاید میدونستید چرا تحت تاثیر نام آقای اوباما هستم، برای اینکه یک قدردانی متفاوت بسیار با اون چه که تا حالا شنیده بودیم. کاملا کاملا، برای که اوباما مخصوصا تاکید کرد که ماندلا سرمشق او بوده در طول زندگی. خب و گفت ما استفاده کنندگان بودیم از مبارزه نلسون ماندلا. دقیقاً همینطور که مارتین لوتر کینگ یه تاثیر عظیم در امریکا داشت، در جامعه بین‌المللی هم ماندلا رنگ سیاه رو دوست داشتنی کرد، و این به نظر من خیلی خوب بود. یادتونه پی دبلیو بوتا، اون آدمی که عمر در رژیم آپارتاید صاحب منصب بود، چگونه با او رو بوسی کرد، چگونه او رو در آغوش گرفت، و این کار عظیمه. حالا میریم روی موضوع دیگه که به نظر من بسیار با اهمیت، و به خاطر رویدادهای سوریه، مسئله ماندلا، همه اینا یه مقدار در واقع در پرده مانده، این خیلی مهمه، و این حضور نظامی فرانسه در آفریقای مرکزی است. خب فرانسه قبلا هم نیرو فرستاده بود در چند نقطه آفریقا که اینا مستعمرات یا مانده های سابق فرانسه بودن، ولی این بار 1400-500 نیرو فرستاده برای یاری رساندن به دولت آفریقای مرکزی در برابر شورشیان و تروریست ها. در مالی دیدیم چه تروریست ها چه کار کردن، الان در بسیاری کشورهای آفریقایی میبینیم اسلام ناب انقلابی بن لادنی چه جور داره در اونجا آرامش رو به هم میزنه، زندگی مردم رو مختل میکنه. خب حالا میخوام ببینم فرانسه این التزام رو بر پایه قراردادهایی داره که با این کشورها بعد از استقلال امضا کرده، یا اصولا فرانسه به عنوان پدرخوانده بسیاری از این جمهوری ها، الان در لبنان هم فرانسه به عنوان ام الحنون بهش میگن، مادر در واقع مادرخوانده است، مادر عاطفی لبنانه، ولی میخوام بگم در این کشورها فرانسه به التزامات پیشینش میره یا بر اساس احساسی که میکنه الان خطر تروریسم نزدیک داره میشه به اروپا، کدوم اینا باعث شده فرانسه بره، و تا چه حد جامعه فرانسه آماده است و میپذیره این دخالت رو؟ بله، پاسخ شما رو یک ساعت پیش نخست وزیر فرانسه در مجلس شورا داد و گفت ما ژاندارم افریقا نیستیم، بلکه مددکار مردم افریقا هستیم. میدونید افریقای مرکزی فقیرترین کشور جهان، چیزی در حد بنگلادش، و در نتیجه مسائل امنیتی که کنفرانسش روزهای جمعه و شنبه در کاخ الیزه با حضور 26 رئیس دولت افریقای انجام گرفت، مسئله امنیت، آقای فابیوس گفت تا وقتی که امنیت نباشه دموکراسی و پیشرفت هم نمیتوانه در دسترس همگان باشه. در نتیجه حضور افریقا، حضور فرانسه در افریقا خودسرانه هم نبوده، با رأی شورای امنیت سازمان ملل بوده. فرانسویان در سابقه تاریخی دارن همونطور که اشاره کردید، و محبوب مردم افریقا هستن. در مالی هم وقتی فرانسه اونجا رفت مردم از آنها استقبال کردن، همین چیز رو حالا هم میبینیم. اما نکته که شما بهش اشاره میفرمایید، مسئله حضور نظامی که فرانسه 1600 سرباز به اونجا برده، در همین پنج روزی که عملیات انجام شده 450 نفر کشته شدن. این 450 نفر الزاماً شورشی ها
در مبارزه و نبرده با ارتش فرانسه نبوده، خیلی هاشون بین خودشون. و میدونید چون این کشور فقیر هست، به خاطر مسائل مالی، به خاطر مسائل بهتون براتون خواهم گفت، وزیر دفاع آقای لودریان میگوید که در خلیج گینه اونجا نفت معامله میشه به طور قاچاق، خریداراش ساده است حد زدنش، همون اندازه که فروشندگانش هم میشود حد زد. در نتیجه امنیت افریقا یک مسئله بین المللی است. سه مسئله رو فرانسه مد نظر داره به نقل قول از وزیر دفاع. اول اینکه هر چه زودتر خود نیروهای افریقایی زیر نظر اتحادیه افریقا این امنیت و این نظم رو به عهده خواهند گرفت. دوم مسئله همون چیزی که به اشتباه گفتم خلیج گینه، یعنی روابط اونچه که دولتی باید بشود و نه گروهک های افراطیون مذهبی و به خصوص مسلمان. و بعد مسئله مرز نیجر، لیبی و مالی. فرانسه اگر حضور نظامی پیدا کرده برای این سه موردیه که خدمتتون گفتم. و بخش دوم سوال شما در مورد رضایت مردم، افکار عمومی مثل تمام کشورهای زنده و بیدار و جامعه مسئول دوگانه است. عده بسیاری میگویند نباید فرانسه میرفت و برعکس عده بسیاری چیز حدود 55 تا 45 موافق حضور نظامی فرانسه هستند. این نکته جالبی شما اشاره فرمودید، مسئله اون بلاد دایموند، الماس‌های خونین که در آفریقا چارلز تیلور و دیگر دیکتاتورهایی که با این الماس‌های واقعا خونین که اون فیلم بسیار زیبای الماس‌های خونین رو هم دیدیم و اینها با این ثروت‌هایی که در این کشورها هست چه جنایاتی کردن. نیجریه رو نگاه کنید، کشوری که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و متاسفانه حالا جماعت بوکو حرام در شمالش آمده، جمهوری اسلامی به آقای ابراهیم زکزکی و شیعیان کمک میکنه و کشوری رو که میتونه سرآمد و نمونه باشه و نهادهای دموکراسی هم در اونجا ریشه داره به یکی از فاسدترین کشورها تبدیل کردن. در مقابل غنا رو میبینیم که افتخار افریقاست امروز به خاطر اینکه دموکراسی رو پذیرفت، رئیس جمهوری اسبقش که نظامی بود کنار رفع انتخابات آزاد برگزار کرد. یا در کنیا، در اوگاندا آقای موسوینی با وجود که مدت زیادی است اما اصلاحات عمیقی در اونجا انجام داده. یا گینه رو نگاه کنیم که با فرانسه هم ارتباطات دیرین داره، یا ساحل آج. همه اینها گرفتار دیکتاتورای شدن بعضن که همین الماس، نفت، کاوچو، کاکائو، قهوه، طلا، همه این فلزات قیمتی و سنگ‌های قیمتی باعث بدبختی مردمش شد. امیدوارم فرانسه با کمک به آفریقای مرکزی کمک کنه استقرار در اونجا برگزار بشه. نیجر هم در خطره، همونجور که شما به اون مثلث اشاره کردید، تروریست‌ها امروز از طریق لیبی وارد این کشورها شدن و در مالی پایگاه بسیار قوی درست کردن. من ازتون سپاسگزارم آقای شاهید، مثل همیشه بسیار خود من استفاده بردم و مطمئنم که هموطنان ما و بینندگان ایران فردا بسیار استفاده کردن. مرسی. ممنون. بله، خب گفتگوی ما یه مقدار طولانی شد ولی من همیشه گفتگویی رو که اسباب شوق پرسشگر میشه دوست دارم. آدم میتونه مسائل مهمی رو در اونجا مطرح کنه. آقای سعید مرتضوی سرانجام به زبان آمدن و بازگردیم به کشور خودمون، به 285 نماینده بن و کارت دادن. آقای مرتضوی زمانی که تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی رو به عهده داشتن متهم به فساد شده بودند و البته ایشون سوابق فساد بسیار در دستگاه‌های قضایی و اجرایی و دولتی داشتن. در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد مالی و تخلفات، سعید مرتضوی گفته بود که نمایندگان مجلس هدایایی را دریافت کردند. البته محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از سعید مرتضوی خواسته بود که این اسامی رو در اختیارش بگذاره، چون در مجلس صحبت از 30 40 50 نماینده بود، ایشون میگه 285 نماینده هر کدوم به نوعی بن و کارت دریافت کردن. آقای مرتضوی گفتن این هدایا از محل بودجه غیر شمول در اختیار مدیر عامل در همه دوره‌های مجلس
پرداخت شده و غیرقانونی نبوده است. باج دادن در واقع از شیوه های مرسوم دولت مردان جمهوری اسلامی است. خب حالا ما یه دوستانمون یک پکیج درست کردن، پکیجی که آقای یونسی دستیار رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها محور اصلی آن هستند. به این پکیج توجه کنید. علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی از برخی افراد و جریان های تندرو در ایران انتقاد کرده و گفته است که تندروها در نهادها و ارگان های امنیتی نفوذ کرده و نسبت به حقوق اقلیت ها هم نگاه امنیتی دارند. دولت ایران همواره از سوی گروه‌ها و فعالان حقوق بشر به محدود کردن حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی یونسی ضمن بیان این مطلب گفته است که تندروها اگرچه کم هستند ولی صدایشان بلند است. وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی با انتقاد از این گروه آنها را اقلیت معدودی خوانده که اغلب به صورت خودسر عمل می‌کنند. آقای یونسی به سخنان رهبر ایران در سفر به کردستان درباره جایز نبودن اهانت مقدسات اهل سنت اشاره کرده و گفته است افرادی در صدا و سیما، سپاه، قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و مجلس برخلاف گفته‌های آیت الله خامنه ای عمل می‌کنند. علی یونسی در بخش دیگری از گفتگوی خود و در پاسخ به سوالی در این مورد که مسلمانان اهل سنت از نداشتن مسجد برای برگزاری مراسم مذهبی گلایه می‌کنند گفت اهل سنت در ایران بیش از 15,000 مسجد دارند که این تعداد بیشتر از مساجد شیعیان است. مطابق آمار منتشر شده در سایت وزارت کشور، در سرتاسر ایران بیش از 60,000 مسجد وجود دارد که در صورت تعلق 15,000 مسجد به اهل سنت، تعداد آنها 1/3 مساجد شیعیان خواهد بود. آقای یونسی گفت که سنی ها در انجام فعالیت های مذهبی محدودیتی ندارند و این مسئله را باعث ایجاد گزینه های سنگینی برای دولت عنوان کرد. محدودیت در انجام مراسم مذهبی برای اقلیت‌های دینی در ایران از جمله انتقادهایی است که در اغلب گزارش‌های نهادهای حقوق بشری به آن اشاره شده است. آقای یونسی هم به وجود برخی محدودیت‌ها در این زمینه اذعان کرده و گفته است این محدودیت‌ها بیشتر ناشی از فشارهایی است که باید درباره آن تدبیر عاقلانه‌ای منظور و به مرور زمان حل شود و امیدواریم دولت آقای روحانی بتواند خیلی از حساسیت‌ها را در این راستا کم کند. علی یونسی در پاسخ به سوالی درباره اعدام‌های اخیر در کردستان گفته است که این سوال را باید از قوه قضاییه پرسید. آقای یونسی همچنین از قوه قضاییه ایران انتقاد کرده است که در انجام وظیفه خود یعنی رعایت حقوق مردم ضعف دارد. علی یونسی چند روز پیش نیز با حمایت از حقوق اقلیت‌ها در ایران گفته بود که دولت موفق نشده است استانداری یا وزارتخانه‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد. دولت ایران همواره از سوی گروه‌ها و فعالان حقوق بشر به محدود کردن حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم می‌شود. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران هم در گزارش اخیر خود از فشار بر اقلیت‌های قومی و فرهنگی از جمله عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، کردها و مدافعان آنان در ایران انتقاد کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری 1392 حسن روحانی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان از حمایت زیادی از سوی اقلیت‌های قومی و مذهبی برخوردار شد. در این انتخابات و بیشترین درصد آرا را در استان‌های سنی نشین سیستان و بلوچستان و کردستان به دست آورد. حسن روحانی بعد از رسیدن به ریاست جمهوری برای اولین بار پستی با عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها ایجاد کرد و این مسئولیت را به علی یونسی سپرد. با تشکر از شما برای مشاهده این گزارش، گزارش بسیار جالبی بود. من دلم میخواد آقای علی یونسی که در جریان تصدی او در وزارت اطلاعات تغییرات اساسی دیدیم، اخراج شماری از قاتلان و فاسدان، گویین که بعدن برگشتن در زمان آقای اجرایی و بعد در زمان آقای حیدر مصلحی، ولی به هر حال حالا در هر شغلی کار سیاه کرده بود و جنایات، در وزارت اطلاعات تلاش کرد به خاطر اشراف خاتمی بر این مسئله تلاش کرد که وزارت اطلاعات رو از اون آلودگی ها بیرون بیاره، گویین که این وزارت خونه از ابتدا به خاطر نوع شکلی که به اون دادن آلوده بود. به هر رو امیدوارم ایشون وقتی صحبت از حقوق اهل سنت میکنه یادش باشه اهل سنت 15 میلیونه،
جمعیت معتنابهی هستند، مرزداران ایرانند و در طول تاریخ همیشه از مرزهای ایران با جان و دل حمایت کرد. و نکته دیگر، وقتی صحبت از مراسم مذهبی میشه، هیچ آیینی در جهان، هیچ مذهب و مسلکی، مراسم مذهبیش مراسم سیاسی نیست. هموطن بهایی ما وقتی نیایش میکنه، نیایشش برای سربلندی فرزندانش، خانوادش، وطنش، برای آسودگی ملتش، برای صلح نیایش میکنه، چنان که هموطن زرتشتی و یهودی و مسیحی ما، چنان که هموطنی که فقط به خدا اعتقاد داره، هموطن شیعه ما و دیگران. متاسفانه در ایران اون آپارتاید مذهبی از ابتدا اعمال شد به صورت وحشیانه. شما وقتی یک سریال میسازید و در اون به یهودیان توهین میکنید، یعنی یک طایفه، یک مذهب، پیروان یک آیین کهن رو بهشون لطمه روحی میزنید، بعد این لطمه رو با اعمال فیزیکی هم توأم میکنید، تو خیابون میریزید، دستگیرشون میکنید، اجازه نمیدید بهایی حتی در خانهش دانشگاه داشته باشه، جلوی سفر یهودی رو میگیرید، مانع از تلاش های مسیحیان میشید که به هر حال یکی از فعالیتاشون دعا خواندن، سرود خواندن و آگاه کردن مردم از پیام عیسی مسیح است. امیدوارم در دولت روحانی تغییراتی رو در این زمینه شاهد باشیم. آقای دکتر محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری اسبق آقای محمد خاتمی، که در حزب مشارکت نقش اساسی داشت، ابتدا دبیر کلش بود و بعدم چهره شاخص و در مجلس هم حضور فعال داشت، گفته که حزب مشارکت طبق حکم شعبه 27 دادگاه حق فعالیت داره، چون یادمون از مشارکت رو ممنوع کرده بود. آقای خاتمی میگه هیچ دادگاهی برای حزب مشارکت تشکیل نشد، بنابراین زمانی که دادگاه تشکیل نشده باشد، حکمی هم وجود ندارد، میتوان ماده 10 احزاب که ما رو توقیف کرده، اون ماده رو میتوان بهش اشاره کرد، ولی دادگاهی ما رو متوقف نکرد. سخنان آقای خاتمی زمانی عنوان میشه که آقای احمد بخشایش عضو کمیسیون ماده 10 احزاب گفته احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب پیش از این منحل شده بودند و نمیتوانند فعالیت های خود را آغاز کنند مگر اینکه با اسم دیگری. خب شما ربای مجاهدین انقلاب وقتی 3 از رهبران و بنیانگذارانش در زندانه، چطور میتوانید آقای تاجزاده، آقای بهزاد نبوی و عرب سرخی، احتمالاً یکی دیگرشون هم هست، چطور شما میتوانید فعالیت حزبی بکنید با نام دیگری؟ خبرگزاری هرانا اشاره کرده که آقای هوتن دولتی از فعالین ملیگرا از 7 آذر ماه در اعتراض به ممانعت از روند درمانش دست به اعتصاب قضا زده است. بنابراین گزارش که ارگان خبری از این خبرگزاری، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایرانه، هوتن دولتی از اعضای جبهه ملی ایران و رئیس سازمان دانش آموختگان این حزب روز شنبه 26 اسفند ماه 1391 با مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. هوتن دولتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر بیانیه‌ها و پیام‌های جبهه ملی، عضویت در این جبهه و تشکیل گروه تهیه فیلم و مستند در نهایت به 3 حبس تعزیری محکوم شد. این جوان فعال رو از طریق اینترنت و ارگان‌های جبهه ملی دنبال می‌کردیم. یک بار در میان اتهامات شنیدیم اتهام فیلمسازی برای ایران فردا هم به او زدند، در حالی که ایران فردا نه تماسی با ایشون داشت نه آشنایی با ایشون داشت. آن کسانی که برای ما فیلم تهیه کردن یا فیلم تهیه میکنن افراد مورد احترام و تایید ما هستند و ما این انسان فعال جبهه ملی رو اعلام میکنیم، نه با ایشون همکاری داشتیم نه میشناختیم. آقای هوتن دولتی از بیماری پرولاپس دریچه میترال رنج میبرد و از سال 80 تحت نظر پزشک قلب بوده و نیاز به درمان و مراقبت پزشکی دارد.
ولی زندان ادامه درمان وی را با اخلال مواجه کرده. هوتن دولتی از پنج شنبه هفته آذر در اعتراض به ممانعت از مراجعه به پزشک حتی با پول خودش دست به اعتصاب قضا زده و این نگرانی طرفداران حقوق بشر در ایران رو برانگیخته است. گزارش دیگری هم هرانو درباره زندانیان داده. پزشکان زندان قزل حصار طی گزارشی به مسئولین قضایی اعلام کردند که کلیه ها و روده های اعتصابیون در شرف عفونت کردن است. فضای زندان رو باید مجسم کرد و یک زندانی وقتی دست از تنها وسیله ای که گاه در زندان تفریح دور هم نشستن یعنی غذا خوردن دست از اونم برمی‌داره برای اعتصاب، یادمون هست اعتصاب غذای آقای دکتر سازگاره، آقای اکبر گنجی و دیگران که به پای مرگ رسیدن، آدم میتونه تصور کنه تا چه حد اون زندانی در شرایط غیر عادی قرار داره که از جان خود میگذرد. اکبر محمدی هم به این ترتیب درگذشت. هرانا میگه که حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سید هادی حسینی که بعضا کرد هم هستند، از روز دوشنبه 13 آبان در اعتراض به مسائل صنفی و حکم اعدام که برایشان صادر شده است دست به اعتصاب قضا زدند. روز یکشنبه 17 آذر مسئولین زندان از جمله حفاظت زندان به بند زندانیان اعتصاب کننده مراجعه کردند و آنها را با برانکارد به بیمارستان قزل حصار بردند. داره رژیم بخواد اونها رو اعدام کنه. دو زندانی از عربهای اهوازی ایران به محل نامعلومی منتقل شدن و احتمال اعدام قریب الوقوعشون میرود. آقایان هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری معلم بودن و به نوشته سازمان عفو بین الملل دو سال پیش بازداشت شدن و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور به مرگ محکوم شدن. از زمان روی کار آمدن پرزیدنت حسن روحانی بیش از 130 تن در ایران اعدام شدند. رسیم به زرتشتیان ایران، خبرهای نگران کننده است. اقلیتی که افتخار ما ایرانی ها هستند، حافظان سنت ها و تاریخ ما. سایت کلمه از فشار نیروهای امنیتی بر بنیاد فرهنگی جمشید متعلق به زرتشتیان خبر داده است. به نوشته وبسایت کلمه در این رابطه چند تن از شهروندان زرتشتی احضار و بازجویی شدند. این سایت نوشته بازجویی ها با برخورد تون و توهین آمیز با زرتشتیان همراه بوده است. نیروهای امنیتی با تهدید از آنها خواستند رفت و آمد به مکانهای متعلق به زرتشتیان محدود شود. در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. سایت کلمه نوشته با توجه به پیشینه زرتشتیان و زندگی مسالمت آمیز آنها با دیگر ادیان در ایران طی قرن‌های اخیر این برخوردها که از موارد واضح نقض حقوق بشر و قانون اساسی است و در راستای حقوق شهروندی اقلیت‌های رسمی و شناخته شده کم سابقه بوده است. آی روحانی، آی یونسی، توجه بفرمایید. وزیر اقتصادم آقای طیب نیا، کارشناس اقتصادی، گفته یک پنجم خانواده ها در ایران شغل ندارن. وزیر دارایی در گزارش 100 روزه عملکرد دولت 11 با بیان میراث به جا مانده از سالهای گذشته و من میگویم از 34 سال گذشته، گفته که متاسفانه دست کم یک پنجم خانواده های ایرانی شغل ندارن و در شرایط تورمی حتی کسانی که شغل هم دارن در خطر فقر به سر ببرن. ایرنا گزارش کرده که آقای طیب نیا موضوع اشتغال صرفاً به عنوان یک متغیر اقتصادی رو مطرح کردن. گفته فقط اشتغال مطرح نیست امروز، بلکه شغل پایدار و آبرومند عامل مهمی در رفاه خانواده و شخصیت افراد است و در مقابل بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است. یک گزارش جالب دیگه هم داریم. آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری
واقع بینی و رونق افزایی را دو پیام بودجه سال 1393 دانسته. ایشان گفته در نخستین لایحه بودجه دولت 11 هم از ارائه ارقام واهی و غیر قابل تحقق پرهیز شده است. اظهارات آقای نهاوندیان در حالی است که در لایحه بودجه سال 93 بودجه برخی از نهادها مثل ارتش و سپاه، من دیروز صحبت کردم در برنامه خودم، و وزارت خارجه به شدت افزایش یافته و وابستگی به درآمدهای نفتی هم بیشتر شده است. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 17 آذر با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 195 هزار میلیارد تومانی را تقدیم مجلس کرد. با مشاهده این گزارش با شما بدرود میکنم و توجه شما را به برنامه های دیگر از جمله بررسی مطبوعات ایران جلب میکنم. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به بودجه سال آتی ایران که روز یکشنبه تقدیم مجلس شد گفت واقع بینی و رونق افزایی دو پیام بودجه بوده است. به افزود رئیس جمهور یک بار دیگر نشان داد که می‌خواهد ادب و احترام نسبت به قانون را متجلی کند. خیلی‌ها باورشان نمی‌شد که دولت در این فرصت کوتاه بتواند هم اصلاحیه بودجه سال 92 و هم لایحه بودجه سال 93 را ارائه کند. رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت پیش‌بینی ما این است که رونق در سال 1393 آغاز خواهد شد. اگرچه بودجه نتوانست خواسته‌های همه دستگاه‌ها را ارائه کند، اما پیام رونق افزای آن باید منعکس شود. در همین حال با انتشار جزئیات بودجه 93 مشخص گشته است که دولت بودجه نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و پلیس در سال 1393 را افزایش داده است. در لایحه پیشنهادی دولت بودجه سپاه 44566 میلیارد و 686 میلیون ریال پیش بینی شده است. بودجه سپاه بر اساس قانون بودجه سال 1392 رقمی معادل 36896 میلیارد و 523 میلیون ریال بود. بر اساس این گزارش بودجه وزارت اطلاعات نیز در لایحه پیشنهادی 13674 میلیارد و 270 میلیون ریال تعیین شده است. بودجه این وزارتخانه در سال 92 رقمی معادل 11381 میلیارد و 63 میلیون ریال بود. بودجه ارتش به میزان 51085 میلیارد و 584 میلیون ریال در بودجه پیشنهادی سال 93 افزایش پیدا کرده است. این پیشنهاد در شرایطی در بودجه سال آینده ارائه شد که ارتش امسال 34446 میلیارد و 164 میلیون ریال بودجه داشت. نیروی انتظامی نیز بر اساس لایحه پیشنهادی دولت بودجه معادل 45164 میلیارد و 484 میلیون ریال در سال 93 در صورت تایید نهایی مجلس خواهد داشت. این نهاد انتظامی سال 92 رقمی معادل 36920 میلیارد و 864 میلیون ریال در اختیار داشت. بر اساس این گزارش بودجه وزارت امور خارجه نیز در این لایحه 60% افزایش یافته است. همچنین در بودجه 93 بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 24 میلیارد تومان، مجلس شورای اسلامی حدود 300 میلیارد تومان، شورای نگهبان 39 میلیارد تومان، وزارت اطلاعات بیش از 1300 میلیارد تومان و وزارت امور خارجه بیش از 800 میلیارد تومان است. در میان دستگاه‌های فرهنگی، صدا و سیما با بودجه پیشنهادی 967 میلیارد تومانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بودجه پیشنهادی 623 میلیارد تومانی بیشترین بودجه فرهنگی را از آن خود کردند. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با 75 میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی با 235 میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با 179 میلیارد تومان، شورای عالی انقلاب فرهنگی با 39 میلیارد تومان، بنیاد ایران شناسی با 6 میلیارد تومان و فرهنگستان زبان و ادب فارسی با 8 میلیارد تومان بودجه پیشنهادی در این جدول قرار دارند. بودجه برخی نهادها چون ارتش، سپاه، مجلس و وزارت خارجه در شرایطی به شدت افزایش یافته که علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران گفته است که خزانه دولت کاملا خالی است. دولت با کسری 110 هزار میلیارد تومانی روبروست و منابع بودجه هم به شدت محدود است.
از تحریم‌های غرب علیه برنامه اتمی ایران و سوء مدیریت محمود احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم به عنوان دو عامل اصلی خالی شدن خزانه دولت نام برده می‌شود.